درود به شما بینندگان عزیز. در دوره پهنشوی و پیشگیری بیماری پندیمی کووید 19 در تمام شهر و ناحیه ها ساختارهای دولتی و ساختارهای جمعیتی و همه اون تشکیلات و مؤسسه ها با پرگی کار کردند. در این دوره شعبه اگنتی مهنت و شغل اهالی در شهر باختر نیز کاری خود را منتظم دوام داد و امروز صحبت داریم با سردار شعبه اگنتی مهنت و شغل اهالی در شهر باختر ایوب نظیرف در همین موضوع. محترم نظیرف، در دوره پهنشوی و پیشگیری بیماری کووید 19 اگنتی شما با چه کارها مشغول بود و امروز در شغل اهالی شهر باختر چقدر آدمون اینکه بیکاران با قید گرفته شدند؟ شعبه اگنتی مهنت و شغل اهالی در شهر باختر در دایره برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی برای سالهای 2020-2022، چون که به همگان معلوم است برنامه ما در سه سال یک بار تصدیق کرده می شود برای سالهای 2020، جهت عملی ساختن نقشه هایی که با نظر داشت مهمیت آن در دوم هفت ماه سال 2020 به نشان دهنده زل ما نول گشتیم. در هفت ماه سال 2020 به شعبه اگنتی مهنت و شغل اهالی شهر باختر 960 نفر شهروندان مراجعه نمودند. از اینها 942 نفر به قید گرفته شدند و در دوام هفت ماه سال 2020 536 نفر به جایهای کاری دائمی و موسمی در شهر تامین کردند که از این شماره 205 نفرشون زن می باشد. در دوام هفت ماه سپری گشته برای گذراندن کارهای جمعیتی مزنوک، برای آبادی تازه نگاه داشتنی و موضوع های سفید نر نمودن و تازه نمودن جوی زخکش ها 70 نفر شهروندان بیکار که در قید شعبه اگنتی مهنت و شغل اهالی می ایستادند در محله غیرت یک تک با 40 نفر شهروند و یک شهرنامه دویم با 30 نفر جمع با 70 نفر کارهای جمعیتی مزنو گذرانده شده و با 30 نفرشون علاقه مبلغی ایشون از طرف شعبه اگنتی پرداخت کرده شد. من در نظر است که به روزای دویم سیم سپتامبر با قیمانده مبلغ به صورت حساب وارد گریده اینم پرداخت کرده می شود. در دوره کووید 19 شماره بیکاران زیادتر به قید گرفته شده نسبت سالی گذشته. اون رو در نظر دارم که با سبب پهنشوی بیماری کووید 19 سرحدها بسته شدن و اکثری مهاجران مهنتی که به شهرهای دیگر بله از همین حساب هم ما با کار تامین کردیم. بسیار من شهروندان من خود حاضر ما به ما از گازپروم نفت درخواست وارد شده است. عین زمان ما من 10 نفر حجت شد 30 نفر از گازپروم نفت در گردش استیای 6 میگفتیم همونجا ساخته استودن 30 تا درخواست برای همین جای کاری برای من همین بوغالتر محاسب در همونجا 10 نفر پرکننده گاز 10 نفر پرکننده بنزین ما لکه 10 نفر حجتاش محاسبش به همون جای کردیم فرست پیشنهاد کردیم. من با اگر خوشمنده باشد مرمت با 20 نفر دیگر در مجا معاش نقد معاش 1300 تا 2300 معاش می میکردن. خب یکی از مسئله های مهم روز اون است که در همین دوره بسیار جوانان طوری که گفتیم به روسیه و دولت های دیگر همسایه به کار رفتن نتوانستند. در همین دوره در اگنتی شما برای جلب نمودن جوانان با برای بازآموزیش یگون گروه بله من تا امروز ما 210 نفر باید آموزش گذرانیم طبق نقشه برنامه دولتی مساعدت به شغل برای سال 2022. در سال 2020 ما 210 نفر باید کورس های بازآموزی گذرانیم، آموزش کورس های کوتاه مدت
از روی قریب 370 نمود. من ما علاکه 167 نفر را بخوندن ما علاکه ما جلد کردیم، 157 نفر ما بخوندن جلد نمودیم. از اینها کورسوی من دوزندگی، کورسوی پریگما خیر میگیم، سرتراش مردونه، کورسوی کشونه حسین زنونه، کورسوی دوزندگی من در همینه اموزش علاکه اموخته ایستادن. من یک قسمش وای کردن، خط نمودن، من قسم دیگرش خونده است، قسم دیگرش در عین خط کنی می باشد. گفتید که قسم زیادی کسپا برای مردا، برای جوانان کدام نمودی کسپا بزرگموزی کرده می شود؟ برای جوانان من بغیر سرتراشی بسیار من آموزش محاسب کار با کامپیوتر ما آموزانده من 20 نفر برای جوان و پسران. من خوب اینه با اگر چیه که درخواست شود ما تیاریم. من با 60 نفر دیگر آموزاندن در ما تیاریم، اگر با درخواست شود ما کورسای لوی بگیم. بسیاری شخصانی که در مهاجرت مهنتی کار میکنند با کسب های ساختمانی بله. ضرورت بله. دارم بله. یعنی با دوریتگری، با بله. خشچینی، با رنگ و بارکنی بله. مگر اگنتی شغل اهالی و مهنت با لیسه و کالج های کسب و آموزی شرطنامه دارد؟ یعنی نه ما توسطی ما متخصص رو توسطی مرکز تعلیمی کلان سالون در شهر بختر می آموزانیم. یعنی ما خمون مرکز داریم، مرکز آموزشی از صحب همین وزارت مهاجرت مهنت و شغل اهالی، از صحب اگنتی این مرکز همه ساله کار میکنند. مرکز در مرکز 18 نفر کار میکنند، راهبر داره اللهی داره. اینا نهیم که ما یک ناهی ما، بلکه با ناهی وحش، با ناهی خوشانیان، با سربان یک مرکز با 4-5 ناحیه خدمت میرسونند. سلامت باشید. امروز گفتم میتونید که از طرف اگنتی شما چگونه کمک پولی ها جدا کرده میشوند؟ با کی ها و با کدام معامله؟ بله. در دوام 7 ماه سپری گشته با شعبه اگنتی مهنت و شغل اهالی در شهر بختر 162 نفر شهروندان از خدمت حربی آزاد گشته، از محبس آزاد گشته و شخصانی که کار خود را از دست دادن، یعنی که اختصار گشتند از کار را چی کردن و ما مراجعت نمودند. ما در دوام فقط 7 ماه مبلغ 83,000 سومانی کمک پولی به شهروندان دادیم. یک وقتا نه با یک خیلی نفرش یک بار، با یک خیلی نفر دو بار، با یک خیلی نفران سه مرتبه. در همین حالت ما جمع با 162 نفر من ما مبلغ پرداخت کردیم، مبلغ 82,000 سومانی. این نسبت به همین دوره سالی گذشته زیادتر است یا زیادتر است از سوی اونه که کمک پولی سالی 2019 با سند 31 دکبر به شعبه وارد گشت. بنابر همین ما این مبلغ در ینوار که فوریه که پرداخت کردیم از همین حساب که گذشت، من ما علاکه ما مبلغ 82,000 سومانی، من با صورت حساب با مبلغ وارد شده گیا 11,700 سومانی برای اختصار شده گم و پرداخت. یکی از راه های بکار تامین نمودن جوانان این جلب جوانان بکار با در شهر و ناحیه ها یا اینکه جمهوری های همسایه بکار می باشد. برای این بستن البته شرطنامه های مهنتی بین کارخانه ها یا اینکه دولت ها ضرور است. با این کار اگنتی شما سرکار دارد یا نه؟ نه. چنانه که به همگان معلوم است از سال 2015، از ماه خطا نکنم ماه می 2015 اینا جدا شدند. بخش مهاجرت است در شهر، بخش مهاجرت هست که من با بستن شرطنامه و با این کارهای مهاجرت مهنتی و یا سر و کار دارم. سن و سالی شخصانی که با شما مراجعت میکنند برای کار کدام سن و سال هستند؟ جوانان هستند؟ سن و سالی کلانتر هستند؟ اساسا جوانان با تا همین 45-50 ساله با ما مراجعت مینمایند. در خودی کارخانه شما امروز چند نفر کار میکنند؟ در کارخانه ما همگی 7 نفر می باشیم.
چهار نفر خدمتی دولتی، سردار شعبا، سر متخصص، متخصص پیشبر متخصص و سه نفر کارمند خوجگی. در دوره همین پهنشوی بیماری کووید 19 در کارخانه چگونه چاره ها اندیشیده شدند در... و کارمندان شما در پیشگیری همین کار در شهر چی سهم گذاری نمودند؟ کارخانه ما در دوره پهنشوی تا پهن شدن کووید، یعنی که شروع از سرشوی سال از ماهوی فیورال مارس سرشوی ما همین ورقه هایی که بود ما همون را باید کردیم، دست راست کردیم. ما کسی که به ما مراجعه میکرد ما همین را میفهموندیم. ما برای باید کردن در آمدن در همون بینوی ماموریمون دیزبری تشکیل کرده بودیم. با اون مواد های انتیسپتیکی باید کردیم. خوب شعبه ما دو مراتبه با کارمندانی کرایه که در وگزال جایگیر بودن انا حاضر انا شکر خدا که با دستگیری رئیس شهر محترم سلامزاده انا با اونها جای کرده شد، ای وگزال دورتر نویز تشکیل کرده شد و همون ما دو مراتبه در اونجا چی گذاروندیم؟ یک جایگی با شبای اگنتی مهنت و شولد قشونیان، خراسان، عبدالرحمن جومی و بلخی یک جای گذاروندن. ما با همونها رایگان از حساب شعبه تا تگی ساعت ساعت انتیسپتیک منم خیلی چیم و نقاب و انتیسپتیک همه ما با همونها باید کردیم، تامین کردیم. با همه یه نگاه نکرده که چرا های پیشگیری که دارنده شدن و طوری که معلومات داریم شما خودتون به همین بیمار گرفتار شدیم و من چگونه گذارونده اون رو؟ ما من این شخصانی هستیم که همین بیماری رو ما از سر گذاروندیم. از کجا ما این را گرفتیم، از کجا اومد نمیدونم. من به همه بیماری یکمین شهروندانی می باشیم که من 30 اپریل من اما با اویلم با کلنم یک جایی ما به همه کسل گرفتار شدیم. ما تبابت خود را در خانه گذاروندیم. مدت 27 روز من تبابتی ما باید شد تباب داد. هزارا شکر خداوند که امروز ما خود را ناز ما اویلم کلن شکر ما صحت سلامت می باشیم. من با چنان که میبینید این هم با چین قوت و قدرت هم به خلق خدمت کرده. همون روزه که ما کسل شدیم باید در تلویزیون ساعتهای 3-4 نشون دادن که در جمهوری من 12 نفر به همه کسلی بیماره گرفتار شد. من هم همه یکمین کسل شدگان بودیم. شکر خدا با گشتیم. من اویلم هم صحت سلامت، کلن هم صحت سلامت. ما هم شکر صحت سلامت من هم بود در خدمت خلق. آقای ایوب با شما یک جانب تشکر برای اونکه وقت گرفتید با ما صحبت کردید در موضوع فعالیت اگنتی مهنت و شغل اهالی شهر بختر و با شما که همچون گفتید یکی از اولین گرفتاران این بیماری بودید و امروز شفا یافتید، شفای کاملتر آرزو داریم و تمامی اون رو داریم که در خاندان شما و اهل خشتابار شما این بیماری عموماً گرفتار نشوند. بینندگان عزیز، ما صحبت داشتیم با ایوب نظیروف سردار شعبه اگنتی مهنت و شغل اهالی شهر بختر در اطراف فعالیت این شعبه و به شما خانه آباد و تنگی آسایشگاهی را تمنا داریم.